لبت پرخنده باشد در این نوروز کیان، دلت خورم به جهان، لبت پرخنده باشد. گل خوشبختی بچین الهی، سال نوی به تو فرخنده باشد. گل خوشبختی بچین الهی، سال نوی. در ادامه برنامه یکی از افرادی که واقعا صمیمانه با خلوص نیت بدون هیچ گونه چشم داشتی قدم در این راه گذاشت که این برنامه نوروزی کماکان پا بگیره، مردم دور هم جمع بشن، ایرانی ها و تاجیک ها، خانمی هستن اینجا که مقیم آلمان هستن، خانم افسانه. اجازه بدید از خودشون خواهش کنم خودشون رو به صورت کامل معرفی بکنن تا شما هموطنان ما هم با این چهره پر محبت ایرانی آشنا بشید. خانم افسانه خیلی مبارکتون باشه نوروزتون. خیلی خوشحالم. خسته نباشید. مرسی. من اسمم افسانه، الان کیهانی بریکن، یعنی که از پدری کیهانیه و من یک بریکن، چون همسرم آلمانی هستم و چون هر دو ملیت رو دارم به خاطر این هر دو فامیلو نگه داشتم. چه خوب. کیهانی بریکن هستم. بعد اگر شما اینو جمع نزنین به سنای من، بیشتر از 40 سالی هستش که طرفای آمبو آلمان هستم. خب اول شهر هایدلبرگ بودم، اونجا اکثرا قدیم بچه‌هایی که می‌خواستم بیان برای تحصیل و اینا بودن، و بعد یواش یواش اومدم طرف شمال و الان بیشتر از 30 سال ازدواج کردم. خودم، کارم، خانوادم در یک مسیر دیگه هستن، با مسئله فرهنگ، کالچر اونطور رابطه نیست. من، همسرم پزشک است، دو تا بچه دارم، اونم پزشک هستن و اصولا کار اصلیم در شما خب دیگه اصلا دکتر خصوصی دارین دیگه، جای دیگه نمیدونم. اون 100% و خودم من اینفورماتیک خوندم، اما بیشتر به خاطر خانوادم بیشتر در مسائل پزشکی بودم و کارم اونجاست. اما به خاطر روحیه خودم که خیلی دوست دارم، الان خیلی در هر مسیر فرهنگی که باشه، حتی به طور مثال در رابطه با این نوروز فاقم که آقای پورکیان شروعش کردن، به این معنا که داریم سعی میکنیم که کشورهایی که با نوروز رابطه‌ای داشتن اینا همه به هم وصل بشن. الان سال پنجمه که ما این مهمانی رو میگیریم و کنارش البته خیلی ارگانیزیشن‌های و انجمن‌های مختلف هستن که جداگانه فعالیت دارن. من اینو میخوام از شما بپرسم. حالا شما، من برای شما عزیزان خوبمون بگم، برنامه نوروزی رو که ما در هامبورگ ضبط کردیم اگه خاطرتون باشه، واقعا اگر کمک خانم افسانه و تیمشون نبود اصلا امکان پذیر نبود. هرچند که خب ما با مشکلات بسیار زیادی روبرو بودیم، ولی واقعا محبت این خانم افسانه و این دلگرمی که ایشون به ما دادن در اجرای این برنامه باعث این شد که ما بتونیم به هر صورت هرچی که بود رو بتونیم انجام بدیم. من میخوام از شما اینو بپرسم خانم افسانه، چطور میشه که یک آدمی مثل شما که بیش از چند دهه
در کشور آلمان زندگی کرده، اینقدر هنوز با فرهنگ فارسی، فرهنگ ایرانی اینقدر عجین باشه، اینقدر علاقمند باشه، و چطوری که اینا رو یادش نرفته؟ آه نه، 100%. همینطور که گفتم من اونجا به دنیا آمدم، تقریبا سالهای اول کودکی و اینا اونجا بودم. به خاطر این اون هیچ وقت یه آقای دکتر هولاکویی هم میگه اون چیزی که از صفر تا نمیدونم سن 1 تا 12 در هر سن اونه میمونه توی خونه آدم. من خودم رو احساس میکنم یک ایرانی هستم، اما واقعا احساس میکنم، اما واقعا نمیتونم بگم کجایی هستم. صادقانه همه انسانها رو دوست دارم، خیلی دلم هم میخواد، سعیم هم اینه که علیرغم اینکه هممون نقطه‌های منفی و مثبت داریم بتونیم کنار هم باشیم. من خیلی خیلی برخورد میکنم، طبیعیه، ما ایرانی ها تحت شرایط دیگه هستیم، نقطه‌های منفی داریم. اینجا حتی ما پروژه خیلی زیادی سالیان الان در 12 سال پروژه مختلفی هم گم بسم کلتور بروک همبورگ، یعنی بروکه بین فرهنگا. اونجا حتی ما برنامه تلویزیونی داشتیم، البته من خودم وارد نبودم، اما همه کاری رو یه جوری میکنیم که ادیان مختلفو کنار هم قرار بدیم بحث بکنن، فرهنگای مختلف رو میاریم بغل هم نشوندیم تمامو. یعنی تو همین هامبور اگر دقت بکنیم بیشتر از، اگر میگن کلن در روی کره زمین 183 تا باشه، اینجا بیشتر از 163 تا کالچر یا کلتور میگین با همینجا وجود داره، همین شهر هامبورگ هستن، و ما اینا رو سعی میکنیم به همدیگه نزدیک کنیم. یک موتوی هست که داریم توی مون، خیلی دوستش دارم، به آلمانی میگن فرمده زیند فرویده دست فیر نخ نیش کنن، یعنی که انسانهای غریبه برای ما کسای دوستای ما هستن که هنوز نمیشناسیمشون. چقدر جمله زیباییه. شما رو که بالاخره دفعه پیش که آمدم ببینم چیه کمک کنم، اون موقع خیلی برای من غریبه بودین، اما الان دوست خوبی با هم هستیم. یعنی واقعا باعث افتخار بنده است. به خاطر این آلمان، به خاطر شرایط جغرافیا سیاسی که بوده، متاسفانه خیلی این جوین که از خارجا میترسن، به خاطر اینم همین میگن که این آلمانیا ضد خارجی هستن، اما واقعیت به خاطر ناآشناییشونه. از این نظر خیلی من به نوبه خودم سعی کردم که این آلمانیا رو بیارم بین فرهنگ ایرانی ها و بشناسین. من راستشو بخواین صادقانه تو مسجد هامبورگم فرزن، با این جوی که توی هامبورگ وجود داره که همه میگن این مسجد چه خبره، من با همین ریخته بدون روسری میرم تو مسجد، آلمانیا رو با خودم میبرم، میبرم و تو مسجد همه رو نشون میدم و اینا میگه واو. یه دوره هم بوده چند سال پیش، تمام خانواده آلمانی رو شب دعوت کردیم برای شام. ببخشید زیاد صحبت نکنم. نه خواهش کنم. میتونید بعدم کمش کنید. شما کم کنید هر جور. در صورت توی تمام بردم توی مسجد، به آلمانیا همه شام دادن، نمیدونم یه روز به خصوصی بود یا افطار بود یا همچیزی. تفلک بعد دو بچه های آلمانی که بچه های گروهی بودن که برده بودن میگفتن فروکن شما قاشق دارین، به من میگفت خانم بریکن، خانم اینجا شما قاشق و چنگال غذا میخورید، اما حق دارن. به خاطر این ما میگیم که همون جمله که گفتم، ما بازم میگم که اگر وقتی که آلمانی هر کشوری، من خودم از یه جایی رد میشم میبینم میگم واو اینا کیان، اینا چه غذایی میخورن، چه بوهایی میاد، اما من میگم اگر بریم بالا بشینیم سر سفرهشون، غذا رو که بخوریم بگیم به به چه خوشمزه است، خب سیر زدن، ادویه زدن، چه غذای خوشمزه ایه. یعنی وقتی که آدم نمیشناسه فکر میکنه بده و دور میمونه، قضاوت بدون شناخته. خب حالا خانم افسانه، شما الان اینجا توی این دو روزی که این برنامه فورم بوده، طبیعتاً این دو روز به همین راحتی انجام نشده، این زمینه یک چند ماهی فعالیت و زحمت بوده. شما چه خدماتی رو اینجا به این گروه ارائه دادید؟ خب من گفتم چون خودم در دنیای دیگه هستم، منتها خب بالاخره بعد از یه مدت شما خودتون تجربه زیادی دارید، بدون اینکه به من بگن چی کار بکن، من خودم الان پریروز از ایران اومدم، اونجا نمایشگاه ایران پلاس، نمایشگاه پتروشیمی بوده، با یک سری مهمونای آلمانی اونجا بودم. من روز یک شنبه شب اومدم،
دوشنبه فقط وقت داشتم، دوشنبه فقط تلفنی تو جریان قرار گرفتم چه چیزایی کم دارم. این یک چیز اشپونتان خیلی قشنگی، دیشب دیدین چه مراسم قشنگی شد، اشپونتان دیدم گفتن این خانومه که دیزاینره با خودش این لباسای زیبایی آورده. خب دیگه من نشستم تندتوم، دیدی چه دختره خوشگلی، چه لباسای خوشگلی شد، زود آرانژری کردم. خب من شما رو آشنا شدم تصادفی، خوشحالم که آمدید اینجا، یا گروه های فیلم برداره یا موزیک، در هر صورت